خیلی ممنونم. حال شما چطوره؟ بفرمایید قهوه. بفرمایید. خیلی ممنون. به به، عجب قهوه خوشمزه. خیلی خوشمزه. بذار فال خودم بگیرم. اوه، بخت و اقبالم بلنده. صاحب 9 تا فرزند میشن. 10 تا. یکی همین الان به دنیا آمد. یه ماشین شاسی بلند میبینم. بچه ها رو میریزیم عقب ماشین، میریم جاده های شما. یه دوستی بجی. آقا بریزیم دور این عراجیفو. این الان فال منه؟ خب بیا من الان آب میریزم تو فالم. یعنی همه چی به هم خورد. فال میریزم تو آبم، آب میریزی تو. چیه این کارا؟ واقعا سرنوشت ما با اینا تعیین میشه؟ یعنی الان سرنوشت من به هم ور شد. این کارا چیه؟ پرونده امروزمون در مورد یه آقای دکتر قلابیه که با یه فالگیر که فالگیر خالشه ریختن رو هم، دست به یکی کردن. آدمای پولدار رو تور میکنن، یه جوری فالشو بهش میگن که بتونن تلکش کنن. پروندت پیش منه آقای نقشه بریز. جهان خانوم، اگه مزاحمم برم یه روز دیگه بیام. جهان خانوم، دکتر مجرده، فقط فال کاریه، الان زود تموم میشه. آقای دکتر، من اولین باری میبینم یه آقا اونم به سن و سال کمالت شما میاد توی همچین جمعایی. حواست به من باشه. دکتر، دکتر، دکتر. بله، ببخش. چیزی گفتی؟ بله، خواهش میکنم، عرض کردم خدمتتون. میدونید آقایون معمولا میگن این چیزا خرافاته. من خارج از کشورم که بودم همین جوری بود، ولی باورتون نمیشه آقای دکتر، به ارواح خاک آخرین شوهرم، من تمام گذشته و آینده رو همه رو توی همین فالا دیدم. خدا قهرش نگیره، ایشالله که تنتون سالم باشه، ولی من حتی تصادف شوهر آخرم هم تو همین فالا دیدم. خدا رحمتشون کنه. فوت شدن کامل؟ بله. بله. واقعیتشو بخواین، منم مثل بقیه آقایون اصلا اعتقادی به این چیزا نداشتم. اما وقتی با جهان خانم آشنا شدم، ایشون منو با کائنات و ماورا و طبیعه و این داستانا آشنا کرد و کاری کرد با من که من قبل از هر معامله حتما باید بیام اینجا باشون سلام مشورت کنم. ای باش، شما تو کار معاملاتید؟ من فکر میکنم شما دکترید. بله، البته من دکترای اقتصاد دارم، ولی ترجیح دادم که از علم خودم توی بیزنس خودم استفاده کنم. هم بی درد سره، هم به شدت جواب داده و خیلی هم راضی هستم. به به، به سلامتی. آقا، میبارو بذارم رو میز؟ ببخشید، نگه من صاحب خونم. جهان خانم چیکار کنم؟ دکتر جون، این اخی پیش خدمتم یه ذره گیجه، بذار زمین بارو بیرون دیگه. 100 دفعه گفتم تا صدات نکردم نیا تو. دکتر، نیت این سریت هم کشتی ها بود دیگه، هم واسه اونا داری فال میگی؟ بله دیگه، من چی دارم دیگه، همین کشتی ها دیگه. آقای دکتر، شما کار معاملات کشتی هستی؟ من خیلی کشتی سوار شدم وقتی که سفر خارج داشتم. شما کشتیتون بزرگه؟ بزرگ که چه عرض کنم دیگه، 10-12 تا لنجه، بزرگه به نسبت. نکن دکتر، نکن.
ببین یه نیم دایره افتاده، نیم دایره و چکش. این یعنی کارت به مشکل میخوره، انجامش نده. نه جهان خانوم، شما هفته پیش به من گفتید که نیم دایره و چکش نشونه خوبیه. فال با فال فرق میکنه، تو مگه مردادی نیستی؟ فال مردادی، نیم دایره مردادی با نیم دایره تیری فرق میکنه. تو کار من دخالت نکن. ببخشید، من عذرخواهی میکنم. خب این یعنی معنیش چیه جان خانم؟ میبینی دایره رو؟ یه مار رو شنبره زده، میبینی مار رو؟ بله بله، این چیه؟ نشونه چیه؟ تو جهان نشانه های فال غب. بله بس شده. دکتر از زمین فاصله گرفتم؟ در بعضی نواحی بله. به به؟ توش بدارم. آه بورس، بورسه دیگه. باشه اصلا کشتی رو میذارم کنار. من واقعیتش اصلا کار اصلیم بورسه. آه یعنی شما تو بورسم کار میکنی؟ بله اصلا کار اصلیم. دیرم بورس جان خانم. چشم. راستش آقای دکتر خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. میدونید من مدتیه که میخوام سرمایه‌ام وارد بورس کنم، ولی خب شما که خبر از جامعه دارید، اگه اون کسی که پولمو در اختیارش قرار میدم ناتو عذاب در بیاد چی؟ حقیقتش من هفته گذشته اومدم پیش جهان خانوم برای همین سرمایه گذاری توی بورس پرسیدم. جدن؟ چه تصادفی. بله و گفتن که فالم خوب اومده. آره توی فالش دایره کامل افتاده. جدی؟ آره. پس حله دیگه. حله. من در خدمت. قهوه چیه که میتونه سرنوشت یه آدم عوض کنه؟ یه ذره آب بریزم تو فالم؟ این شما میگید این یه دونه معجزه آساست؟ قهوه. بذار ببینیم قهوه چیست. قهوه. قهوه عربی شده واژه کفا یا کافا است که در اصل نام منطقه و شهری در جنوب غربی اتیوپی است که گیاه قهوه در نخست آنجا یافت شده. برزیل بزرگترین تولید کننده قهوه در جهان است که به تنهایی 40% قهوه جهان را تولید میکند. یه چیز دیگه بود. قهوه. به نظر من قهوه هم یه دونه است مثل بقیه دونه که میتونی بخوریش. بریم ببینیم سهیل با همکاری خالش داره چه گلوکوزی چه شکری میخواد. من برم بیرم. بادم جونا رو انداختی رو آتیش؟ بله خانوم. کاغذو چی خورد کردی روش؟ بله انداختم خانوم. یه ذرم تخم مارمولک بریز روش، همچی دود که زد بفرستش بره در خونه مشتری. چشم خانوم. زودم بیا این ور، بیا اینجا بشین اینا رو بنویس. دوباره بنویسیش. چشم. باز گشت معشوق. آخه این بار زیر بازگشت معشوق بزرگ بنویس با تل و سهر. با تل و ببخشید خانوم، سهر با کدوم هه بود؟ خاک تو سر دخته که اینقدر بی سوادی. با هه جیمی دیگه. خانوم خب من که گفتم بیشتر از 5 تا کلاس سواد ندارم. خبر مرگت، به جای اینکه اینجا هی به پلکی میشستی 4 تا کتاب میخوندی با سواد میشدی. من که نمیتونم هم خودم بنویسم هم کار کنم.
سهیل اومد فکر کنم. سهیل جان خاله تویی فدا چم. سلام بر خاله عزیزتر از جانم. سلام قربونت برم من. به به چه کردی خاله؟ چیه کپکت خروس میخونه؟ وای چی درست کردی؟ چه بادمجونی؟ نخور سهیل نخور یا چرا؟ دعا خونده است. من نمیدونم بچه تو چرا دست به هر چیزی میزنی میخوای بخوری. اختر یه دونه از این یه ذره از این آبه بده بخوره بچم، این داش باطل شه. خوردی؟ نمیبینی؟ بفرما خاله برات گل بردم خدمت شما. البته گله باغچه خودتونه اینه، هاشش میذارم اینجا. دست درد نکنه پسر مهربونه. کجا؟ تا 24 ساعتم نبا بری دستشویی، این آب باید بمونه تو این حل بشه، این دعای باطل شه. خاله 24 ساعت چجوری کار ساخته برام؟ چه خبر؟ چی کارا میکنی سهیل جون؟ پولو گرفتم از سرور خانم بالاخره. پول بخوره تو سر من سهیل، برات نامه فدایت شبم اومده. خوش اینه ها، اینه که باز دادگاه کیه این الان؟ دادگاه خان زرابیه دیگه، پارسال ازش پول گرفتی. صد دفعه بهت گفتم چک نده که بعدن برات آتو درست شه. خاله ببخشیده، اگه من چک نمیدارم چجوری اعتمادش رو جلب میکردم؟ باید یک کاری میکردم دیگه. آره دیگه، اصلا استادی تو اعتماد جلب کردم، اینها اینم نتیجهش. چه عقده ای هم بوده اکی وکیلشه، نگاه کن چقدر طولانی. باشه حالا نگران چی هستی؟ یه جوری میگی دادگاه دادگاه، فکر کنی چه خبره؟ میرم دادگاه یه درخواست احضار میدم خلاص. خانم افلاکیو مگه یادت نیست؟ چند سال داشتم آروم آروم پولشو پس میدادم، اون تورم اصلا نفهمیدم چجوری باز پرداخت شد رفت پی کارش. آقا احسار یعنی چی؟ کارتو بکن، تو فضولی نکن. خاله این چکار میکنیم؟ خاله این خیاره چه چرب بود؟ سهیل اونو مال صورت منو نخور پسر. بابا همه چیزو با ما خوری. خاله همه چیزو کثیف کردی، آخه اینا که اینجاست که چرب و شور و ای بابا. خاله داری آنلاین کار میکنی؟ به تو ربطی نداره، دخالت نکن، اینا مشتری های آنلاین من اینترنتی هست. بهت گفته باشم اگه این زنه بخواد بیاد اینجا وایس کارو کسبی منو به هم بزنه، من میدونم تو مگه دفعه اولمه؟ من صد دفعه این کارو کردم. شما به این فکر کن که هفته دیگه سند باغ لواسون که دلت میخواست تو مشتته. بچه شدی؟ تو اگه اونو به سندشو به نام من بزنی مالیات میبندن بهش. برای چی باید بلند شو بیاد اینجا؟ من خودم کارمو بلدم، شما کار منو راه بنداز. عقلت کمه سهیل، عقلت کمه. و این چیه آخه؟ این نگاه کن خاله، آقا معشوق با قینه. چرا اینا دست توی تکون تکون میدی؟ خانم محترم ببخشید ناسلامتی، اینجا خونه ماستا، شما بلند شید ما بشین دوتا صندلی وقتی بیشتر نیست. ببخش. ببین دست توی تکون میداد اینا فهمیدم. خب حتما میخوام یه حرفی بزنم که این ببخش. میشه شما یه چایی واسه ما بیاری؟ ببخشید باشه چشم. جسارته بازگشت با تازایه اینا رو میفرستی بر مردم؟ میگم خاله میخوام این باغ لواسون رو بزنم به نام این دختره. من که عقلت کمه سوی. چرا عقلم کمه؟ این که سواد درست حسابی نداره، همه کسی کارش هم که خود توی دیگه، چه فرقی داره؟ به نامش میزنم، بعدم یه مدتی بعد میریم ازش پس میگیریم، به نام میزنیم پولشو میگیریم میریم. مگه این نباید امضا کنه یه چرو؟ خاله کجای کاری؟ الان تو دوتا تراول به هر کی بدی پای هر چیزی رو امضا میکنه تو این وضعیت. سهیل اگه هی زرت زرت چک نداده بودی دست این اون، حسابات مسدود نبود، همه اعمال تو به نام خودت میزدی. خاله همین الانش هم همه چی به نام خودمه، سندش به نام این اون، سندم چهار تا کاغذ پاره است، مهم اینه که خودش به نام منه دیگه، میفروشیم میره پی کارش میخوریم دیگه، چه فرقی داره گیر میدیم؟ مؤثر کیست؟ آقای محترمی ته خونه نشستی داری تخمه میشکنی، با شما هم خانم لنگه کفش از دهنت در بیار. مؤثر کیست؟ جلسه پیش توضیح داده بودم راجع به مؤثر. مؤثر کسیست که فقیره، نداره، آسوپاسه، توی دادگاه میره درخواست میده به قاضی میگه منو مؤثر اعلام کن، من ندارم. حالا این آقای دکتر قلابی سهیل هم ترفندش همین بوده، میرفته تو دادگاه میگفته مؤثرم. چجوری میگفته؟ همه اموالشو به نام این و اون میزده، تو این دنیا یه هل پوک هم به نامش نبوده، خیلی کارشو خوب بلده. قاضی هم بر طبق قانون
موظفه که کسی اگر چیزی به نامش نیست محصر اعلامش کنه. توی دادگاه استعلام میگرفته قاضی و میدیده که چیزی به نامش نیست، محصر اعلام. با شما آقا حواستون رو جمع کنید. سهیل میرفته تو دادگاه میگفته که من محصرم و هیچی هم تو دنیا به نامش نبوده. میپذیرفتن. حالا وقتی یه کسی محصر میشه چی میشه؟ خوب گوش بدید. بدهیشو قسطی پرداخت میکنه. محصر دیگه نداره و حتی هزینه دادگاه هم نمیپردازه، معافه. حالا این سهیل، این کلاهی که از سر اون خانم برداشت و میخواد بذاره سر اختر، کارگر خالش، به نام اون کنه که بازم تو این دنیا هیچی به نامش نباشه. واقعا متاسفم. یاد گرفتین؟ بفهم. آی سهیل جان، چقدر خیالم راحت شده خونه رو فروخته. الان شما دو سال اینجا به نام بود، یه تکپا نرفتی ببینیش، الان ناراحتی؟ هرچی، اسرائیل که خبر نمیکنه سهیل جان. میدونی اگه توی این مدت من میافتادم میمردم چه قوقای سر این ملک به پا میشد؟ کل مرده خورا میریختن سهمشونو میخواستن. اون وقت واسه خونه ای که خودت پولشو دادی باید صبح تا شب از این دادگاه به این دادگاه میرفتی واسه یه نصف دوگ. خاله جون، من همه مال و اموالم به نام این و اونه. سند که یه ذره کاغذ پاره چیزی نیستش که. میمردی یه دور از جون میگفتی؟ دور از جون خاله جون، دور از جون خاله جون. اصلا شاید من زودتر از شما افقی شدم. زبون تو گاز بگی دور از جون. سهیل بگو ببینم پولا رو گرفتی؟ بله گرفتم. الان میریم تو خونه، میریزم تو حساب بورسیم. یه سری سیگنال از بالا به هم دادن، فکر کنم یه هفتهی بتونم برای دو برابرش کنم. قربونت برم من، گرگ بالا سیرت من. فداتون بشم، در رو ببن بریم بیگه. آی با آی با خاله دل واقع است. بفهم. چرا اینجوری شده؟ ای بابا این مسخره بازی ها چیه؟ بیانده شده رو برده. الو الو کارگزاری؟ سلام قربان، من سهیل ایزدی هستم با نام کاربری سوهی 206، از تریدرهای قدیمیتون هستم. قربان من الان هر چی میخوام ترید کنم نمیشه، کار نمیکنه این صفحه کارگزاری، نمیتونم معامله کنم. بله بله همون سوهی 206. ممنون میشم، منتظرم. خواهش میکنم. جانم چی شده؟ یعنی چی؟ یعنی چی نمیتونم؟ آقای مزخرفات چیه تحویل من میده؟ آقا من میدونی چند سال تریدرم؟ بله؟ بله من درخواست احصار دادم. چه ربطی داره؟ من جای دیگه توی پرونده دیگه درخواست احصار دادم. بله؟ خب من چون جای دیگه درخواست احصار دادم الان حساب کاربری و کارگزاری محدود شده؟ سهیل! سهیل جم بیا! الو! الو. بیا بدبخ شدیم سهیل! بای سهیل جان، سهیل بیا ببین اینجا با. بله خاله چی شده؟ من الان حوصله ندارم، خواهش میکنم. اختر، اختر سهیل جان مرده، انشالله اختر مرده. ای کاش مرده بود سهیل، رفته از سال اسب اساسیاش برداشته رفته. خب بهتر که رفته، اون چیه دختر بی سواد آوردی هیچی نمیتونست بنویسه؟ رفتنش به درک زهل تمام مداره که باقی لباسونو با خودش برداشته مرده. مداره که باقی لباسونو؟ آره مداره که باقی لباسونو برده؟ آره یعنی چی برده؟ غلط کرده برده؟
مدارک خودش که اینجاست. نه مدارک خودش هم برشته برده. شناسنامه کارت ملیش مگه از شما نبود؟ نه برده، فقط این نامه رو گذاشته. نگاه کن همه رو غلط غلط نوشته. ببین بخون بخون ببین چی نوشته. سوهل بدبخت شدیم سوهل. یعنی چی؟ من دودمانش رو به باد میدم؟ این از کجا این چیز رو یاد گرفته؟ غلط کرده سند و برداشته برده؟ ممنون که باقی لواسون رو بهنامم کردین اختر خود فس. یعنی چی؟ سوهل جان ببین من براش دعای پاوند نوشته بودم خب، ولی فکر کنم دیگه دعام جواب نمیده. یعنی چی؟ این سرور خیلی زن خطرناکه. دیدی که سر شیشتا شوهرش خورده بود. اگه بفهم ما پولشی خوردیم بد نمشه. سوهل جان با اجازه هست خب، این باقی که زده بودی به نام جوادینا من اونو بفروشم، بعد مال این پول سرور رو بدم خب، بعد این ماشین رو که داریم الان به نظر من بفروشیم. یعنی چی؟ پول اصلا خانم اینا رو بدیم خب. خاله چیو بفروشیم؟ اینا امانته، اینا سنده، مال منه. درست سندش به نام شما است، اینا مال منه. هی میگی بفروشم بفروشم. تو جوونی کار میکنی دوباره در میاری خب؟ جوونم چی؟ من 100 تا سند گذاشتم 1000 جا. این چه وضع بدبختیه که من دارم؟ چه جوری دختر عقلش چیزی خب سر من شدی؟ وای اختر، اختر بمیری اختر.